به نام خدا. خب بروشی جان جانی انجام شد، کار بسیار سختی داریم برای آماده سازی تیم، ولی خب من فکر میکنم روی کاغذ نسبت به اون چیزایی که پیشبینی میکردیم قرارمون یه مقدار بهتره و امیدوارم که انشالله بازم بتونیم شگفتی سازی کنیم با تیم ملی فوتسال افغانستان و راه پیدا کنیم به مرحله دوم مسابقه. خب ما انشالله از روز شنبه اردوی ما در کشور ایران مشهد برگزار خواهد شد. اسامی 23 بازیکن رو به فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کردیم که اطلاع رسانی میشه و اینا در این اردوها شرکت میکنن. همونجور که خدمت دوستان قبلا هم عرض کردم، از همه خواهش کردیم که تماما در این اردوها شرکت کنن بازیکنان و به شما عرض شد که خب مثلا خبر داریم که تاجیکستان لیگشو عقب انداخته با توجه به حضورش در جام جهانی و انشالله در افغانستان هم یه اتفاق بیفته. این انتظار داریم که لیگ برتر افغانستان عقب بیفته که کیفیت بهتری انشالله داشته باشه و به نظرم بعد جام جهانی اگه برگزار بشه بازیکنهای خوب ما که در جام جهانی هم هستن میتونن در این لیگ شرکت کنن. کار خیلی سختی داریم، الان در حال رایزنی هستیم با تیمای مختلف که بتونیم با توجه به قرعه‌ای که انجام شده در تورنمنت‌های مختلف و بازی‌های دوستانه ان شاءالله شرکت کنیم و روی آمادگی خوب ان شاءالله برای جام جهانی آماده بشیم. و خب می‌دونیم اولین بازی ما با تیم آنگولاس و خب آرژانتین که در حقیقت یکی از بهترین تیم‌های جام جهانی و اوکراین کار زیاد ساده نداریم، ولی خب امیدوارم که ان شاءالله بتونیم از گروهمون صعود کنیم.